سلام علیکم رفقا، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و مثل همیشه تنتون سالم و جیباتون هم پر از پول. قراره بریم یه پروژه واسه یه خواننده و یه اسطوره خفن انجام بدیم، اونم بیهایند سینش رو میخوام براتون بلاگ کنم، پس با من همراه باشید تا ببینیم که چه خبره. Oy oy oy, bak kimler buradaymış. Ha? Furkan Bey. Ne haber? Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Şahane. Hazırlıklara başladık. Bomba gibi. Merhaba. Nasılsınız? Gayrısı dayıganda çıkar mı konuyla? Hesap kitap mı konam? Hami kar mı konam? Ne mi dönem kola? Hesap kitap çi? Hami çi, hami çi. Tu kudet pul ne mi koyayım aga? پول بده، پول زیاد بده. شهریا دو تا قصد داره، یه طرف مثلا هزینه میتراشه، از سمت راست مثلا هزینه ها رو میزنه تو سرش، اینجوریه کلا درگیر همش. خودم خرج میکنم، آخرم که چی بشه؟ فرشته چپ و راست تو هم دیگه درگیرن. چرا ناراحتی؟ چته؟ نخوابیدم، خستم. سالونی که داخلش هستیم اسمش ICC توی استانبول هاربیه و نزدیک تکسیم هم هستش. قرار کنسرت ابی عزیز رو داشته باشیم، همونجوری که دیدین بنرشو. حس خیلی خفنی دارم به خاطر اینکه به یکی دیگه از آرزوام رسیدم که واسه همچین آرتیستی، واسه همچین کسی که کلی خاطره باهاش دارم، حتی توی مستی، توی ناراحتی، توی خوشحالی، توی هر چیزی که بخوای دارم ویدیو میگیرم و ویدیو که هیچ، یه پروداکشن خیلی بزرگیه و قراره که کل کنسرت رو رکورد کنیم و یه ویدیوی طولانی از کل کنسرت تحویلشون بدیم که پخش بشه، شما هم ببینید لذت ببرید، ما هم لذت ببریم. من قراره که کل این پروسه رو توی یکی دو روز، الان روز اول هستیم که دارن آماده سازی میکنن، کیبل کم دارن میکشن، خطی که قراره از بالا به سمت 45 درجه دوربین رد بشه اومدم یه سر بهشون بزنم. فردا از صبح زود، خیلی سر صدا، از صبح زود دوباره میایم اینجا و ادامه این داستان قراره داشته باشیم. گفتم کل این پروسه رو بهتون نشون بدم، امیدوارم که لذت ببرید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. دمتون گرم. دوستامون دارن اونجا کیبل کمو میکشن، همونجوری که میبینید کابلش آویزونه دیگه، اون کابلی که آویزونه اونجا دارن کیبل کم میکشن، از اونجا قراره بکشن تا اون گوشه بالا سمت چپ. حالا اون بالا رو الان بهتون نشون میدم. کلا اگه بتونم یه فوتیج کیبل کم براتون اد میکنم که ببینین اصلا کیبل کم چیه و کارش چیه. سالون قشنگ فول سولد اوت شده. قراره که شب باحال داشته باشیم دیگه. سویلی جی همیشه وارمور. وار. çok güzel olacak. عاشقتم. چی میگم یه خورده فیلم بگیر از من. من به هر حال تا سال بعد دیگه کنسرت نداریم، بیو نداریم، دلم میگیره. رفقا این سالن دقیقاً همون سالونیه که کنسرت وانتونز، کنسرت بچهای زد بازی و الانم که ابی داره برگزار میشه. من این سومین باره که تو اینجا میام برای کنسرت و برای اجرای برنامه و کاری که قرار انجام بدیم. کنسرت زد بازی که سولد اوت شده بود، فردام سولد اوت، کلی کار خفن قرار انجام بدیم و امروز هم دارم بهتون نشون میدم که چه اتفاقایی میفته. امروز روز اول، فردام روز دوم، در کل ببینید که با چه مشقتی کار میشه و چه کارهای خفنی میکنیم. کابلو دارن میکشن به اون گوشه‌ای که گفتم دیگه، واقعا کار سنگینیه. یه نفر از اون بالا آویزون شده که هر آن استرس دارم یه چیزیش نشه. کابلو دارن میکشن، همونجوری که دیدید آخرشه دیگه، فکر کنم یه یک ساعت دیگه ماکسیمم کار داشته باشیم، دوربین سوارش بشه که تمومه دیگه. خسته شدی؟ گرمه، هوا خیلیه. بچه های کیبل کم تقریبا کارشون داره تمام میشه، چیزی که فقط مونده دوربین رو سوار بکنن و تست های نهاییشون رو بگیرن. این تست رو بگیرن دیگه میریم خونه هامون. گشنمه، صبحونه نخوردم، اشتباهه، صبحونه حتما بخورید. ولی خب چون صبح یه سری کار داشتم باید با عجله پا میشدم به کارام میرسیدم، ولی خب فعلا اینجوریه دیگه. بعدش میرم یه ناهار مشتی بزنم و به کارام برسم تا فردا. همونجوری که دیدید یه سری تست صدا گرفتم ببینن که مشکلی نباشه و فعلا
تست اولیه است تا فردا دوباره. یک ساعته داره با سیمچین و بسته کمربندی این صندلی ها رو به هم دیگه میبنده. همه دارن زحمت میکشن واقعا. نظر چیه در مورد کنسرت برگزار بشه؟ من واقعا یه تایم تو زندگیم آرزوم بود ابی رو نزدیک ببینم. یعنی همه فکر کنم همه ایرانی ها اگه شهریات بذاره من صحبت کنم، مخصوصا خارجی ها یه تایمی دوست دارن که ابی رو نزدیک ببینم. من سر کنسرت قبلی اصلا حالا یه شرایطی پیش اومد که باهاش صحبت کردم، مصاحبه کردیم و اینا، توی یوتیوب هست میتونیم ببینیم، ولی دوباره اکسایتد هم واسه میشه. یکی از بزرگترین کنسرت‌های ایرانیه واسه یکی از اسطورا، واسه همین خیلی حال خوبی داره کلا کار کردن توی این سیستم و برنامه و اینا. عادلم هستیه، دفعه پیش عادل نبود. آقا مصطفی که میبینید کارش درسته. عادل یه دونه است، یه دونه اشوانی. از عادل یه دونه ساخته شده. بچهای بانگ میوزیک، بانگ ایونت خفنن و هومه خفنن، کلی کار خفن دارن انجام میدن و قراره ادامه دار باشه. آخر سال قراره به آتیش بکشن استانبول و سایر نقاط کشور رو، کشور جهان. عادل از قدیمیای بانگ ایونت. چند سال تو با بانگ ایونت؟ 7 سال میشه دیگه، 6 7 سال میشه. 7 سال عضو ثابت تیم بانگ ایونت. ایناست که خوبه یا بده؟ خیلی خوبه، چون عادل مارکت افتر مووی و کنسرت رو عوض کرد. اینو هیچ وقت یادتون نره، هیچ وقت. نه اینو جدی میگم، اینو کاملا جدی میگم. خیلی ها دارن عروش اسکی میکنن، عروکاتاش، عروکالراش، ولی نمیشه. الان داره فیلم میگیری؟ آیا هرچه دیگه داره فیلم میگیری؟ آره دیگه. خودش آره. دروغ میگی. ولگ بگیر ولگ. و عرض به خدمت 51مین بار که کنسرت ابی هستم و خیلی خوشحالم از اینکه باز همین جام و انشالله بره رو 60 و 70. 51مین بار کنسرت ابی شرکت میکنم. 50 تا کنسرت گذاشته آیا؟ آنتالیا و استانبول بله. 64مین اوره آرنا بود، 67مین رفتم اولکر آرنا، 68مین رفتم ولکس واگو اوره آرنا، 50 اینجا بودیم، 51مین هم که دوباره اینجاییم. امیر حسین لعنت به من میرم فردا شب. فردا از ظهر اینجاییم. فردا از ظهر اینجاییم. فردا شب کنسرت شروع میشه ولی ما از ظهر اینجاییم. برو بریم. عادل خسته نباشی. یه سری از تستامون رو گرفتیم ولی یه مشکلی با سرعتش داشتم که دارم سعی میکنم اون سرعته رو اوکی کنم که اوکی بشه دیگه میزنم بیرون. ساعت از ساعت 10:30 صبح اینجا هم ساعت الان چنده ساعت؟ 4 3:30 4 داره میشه، میخوام برم سریعتر برسم به کارم. خب رفقا همونجوری که دیدین روز اولمون اینجوری گذشت، تقریبا هر چیزی که نیاز بود بچینیم و چیدیم، تستامون رو گرفتیم. یه سری مشکلات با کیبل کم داشتم، قرار شد که فردا یه مقدار زودتر بیان اون مشکلات رو حل بکنیم، چون الان دیگه سالون داشت میبست و یه سری کارهای دیگه داشتن. پس بریم که فردا همدیگه رو ببینیم. چطور این رفقا؟ روز دوم 9 سپتامبر 2023، امروز روز کنسرت ابیه. الان اومدیم دم سالون، ساعت 12 ظهر، 11:45 میخواییم بریم استارت کنیم کارهای اولیه رو تا شب که کنسرت شروع بشه. برو بریم. امروز قراره 14 تا دوربین ستاپ کنیم که نزدیک 4 تاش گیمبال، بقیه‌اش روی حالا به صورت گوپرو و دوربین‌های ثابتیه که قراره از فضاهای مختلف برامون فیلم برداری بکنن. حالا دوربین سونی S3 داریم، دوربین F7 داریم و یه سری کرین و کیبل کمی که دیروز کشیدیم. بریم ستاپ کردن و این داستانایی که داریم کلا ببینیم که چجوری میشه دیگه. برو بریم. بخوام اینم سیستم کرین تقریبا 10 متریه که چیدیم. دوستی از اینجا قراره با یه لنز 18-105 اوتومات زوم سونی برامون تصویرهای موومنت ها را با حرکت از هم از جمعیت هم از آیه ابی بگیره. عجب آدمیه، عجب آدمیه. دارم فکر میکنم، در حال فکر کردن. من کارم فکر کردن، استراتژی نوشتم. منیجر آرتیست. رفقا چند تا دوربین ثابت داریم توی صحنه که سه تاش گوپرو، دو تاش هم سونی S3. یکیشو برای پرکاشن میذارم، یکیشم برای درام.
و برای کیبورد و گیتاریستمون و کسی که قراره ساکسیفون بزنم سه تا گوپرو میذارم که حالا تصویراشو روی همین صحبتایی که دارم براتون دارم اد میکنم که ببینید. بختک ببینید. منو به خاطر کنسرت نگه داشته، من بلیط داشتم. بختک سلام، چطوری؟ فرکان فارس جوره همیشه کدر بنده چالشمش تو چطوری؟ فرکان، تیمو، بینیم سایلیم، ارکداشتارم، کانکالارم هر زمان بنا یاردمچی اولدولار ایشلرده هم موزیک ویدیولارده، کلیپلرده، هم بویلی کنسرلرده بیلیکته توپارلیوروز هر شی گوزل بختک جدید دارم براتون. غزال استفاده نداده ولی رفته یه بختک جدید آورده رو چنل من. نه کن از این به بعد بیشتر از این به بعد بیشتر ببینیم از این به بعد بیشتر اصلا شاهد من و غزال هست. بچه ها این چیدمانه تموم شد، شاید از من الان ویدیوی زیادی از خودم ندیدین، نمیدونم اصلا متین چی گرفته، امیدوارم که گرفته باشید داداش. ولی چیزی که هست اینه که کارا رو چیدیم، همه کارا انجام دادیم، یک ساعت دیگه در آواز میشه و شروع میکنیم به کار کردن و یک کار خفن قرار در بیاریم. بوم. من تقاضای غذا ویدیو چک دادی؟ من تقاضا غذا ندیدم. غذا نمیدن. غذا نمیدن. غذا یه دونه خوردم، من هنوز غذا نخوردم. اینا سیه بعد. عادتشو دیگه بگو من پذیرایی کردم. یه مشت بادوم آورده داده بهم، یه مشت به عنوان آفیش، به عنوان آفیش بادوم دادن بهم. این اصلا آفیش لاکچریه، سنگینه. نمیخوام قور بزنم ولی دارم میمیرم از خستگی. بعضی وقتا اصلا هر چقدرم هر دفعه پروژه انجام بدی تهش باز یه استرس کوچیکی داری. همیشه هست. بعد هیچی دیگه، یه استرس ریز داری، این استرس تموم بشه، یعنی استارت بخوره، رکورد بشه، تموم بشه، تحویل بدیم کاری که قرار انجام بدیم و برم راحت بخوابم. ولی واقعا خسته شدم، یه سری مشکلات داشتیم توی فرمتی که قرار بود بیاد به این سیستم برسه، کانکت نمیشد، کانکتش کردیم، یه سری چیز گفتیم اومد تا بتونیم کانکتش کنیم، همه این سختی ها بود ولی بکنم چیز باحالی بشه. همه تون گرم که لایک و کامنت و سابسکرایب کنیم. بستم من آقا ساعت 8:30 نیم ساعت دیگه شروع میشه، کاش شروع بشه. آرکادش معظمه آمه چکتو
16 تا آهنگ خفن. کاش که میتونستم با دقت بیشتر گوش بدم، ولی همین آمبیانس خفنی که اینجا بود و گوش دادم انقدر حالم خوب شد، انقدر بهم حال داد. همه چیز که نگم براتون، همه چیز رو برای همه چیز خفنه. برای پروژه خفن بیاد بیرون. خیلی خستم، ادامه شو با دوربین خودم ادامه میدم. متی خیلی زحمت کشید، دمت گرم داداش، ادامه میدیم با هم. عالی بود، عالی، خیلی عالی بود. نظر چی بود؟ نظر تو چی بود؟ چطور بود؟ خیلی خفن. خوب گرفتی؟ من پاره شدم. دمت گرم. ببین چی در میاد. سالن خالی بعد از کنسرت. تموم شد همه چی؟ تموم شد. غزال نظرت چی بود؟ خفن ترین کنسرتی که تا به الان من دیدم حداقل. ببینید خفن ترین از هر نظر. من شاید بالای 30 تا 40 تا کنسرت شدم، بیشتر نمیدونم، نشونم تا حالا رفتم. ولی نبود رو دست این کنسرت و اینکه یکی از خفن ترین‌ها بود واقعا. جای همتون خالی. اینم از فضای بیرون سالن. ببینید همه کنسرت به یه طرف، اصلا نوازنده ها، خود خوانندگی، شخصیت این آدم، یعنی با 74 سال سن یه شخصیتی از این آدم میبینید و صحبتی که با آدم های اطرافش میکنه، با طرفداراش میکنه، مگه نه؟ واقعا اصلا احترامی که میگن، مثلا احترامی که به رفتگر میذاره با یه شاه همونه، واقعا رفتارش هیچ فرق نمیکنه با هیچ کس. توی نسلای جدید چه رپ چه پاپ یه جوری قیافه میگیرن که نگم برات. یاد بگیرید، خاکی باشید، مردمی باشید، بدونید از کجا اومدید و به کجا قراره برید. حالا از سالن اومدیم بیرون، خیلی جالبه که کلی تاکسی از توی استانبول هیچ کدوم سوار نمیکنن، چون که من ترکی بلدم، مثل خودشون صحبت میکنم، سوارمون نکردم. ما داریم راه میریم یه جا تاکسی پیدا کنیم. این چیزای استانبول بده دیگه. واقعا ساعت 1:30 به شب، ما هنوز دنبال تاکسیم، اونم تاکسی با مرام که ما رو ببره خونمون. شب باورتون نشه ولی داریم میریم پیش یه سری از انسان‌های اشتباه. رفقا مرتکب یه اشتباهی شدیم. اشتباه. چجوری کار میکنین داره؟ الان بهتون میگم چه اشتباهی. اصلا بگم دیگه، برای چی الان نگم؟ ساعت 2:30 یکی از دوستای صمیمی من، پارسا جان، ما رو دعوت کرد تولدش. بعد 13-14 ساعت کار کردن داریم میریم تولد. این هست که بده. خیلی بده. من میتونم بخوابم. منم میتونم بخوابم. های باری. بام 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 بام. اشتباه. من تو آسانسور خواب بودم. یه مش دیوانه. اشتباه میکنی که در مورد اشتباهات اگه بخوایم بگیم، امشب در تولد یکی از دوستان شرکت کردیم. اشتباه. چرا؟ چون در بیرون برنامه‌های متنوعی تری بود، ولی این آقا، اینی که داره الان فیلم میگیره، اشتباهی کرده. امیدوارم خودش لو بده آخر این ولاک. من منتظر اون لو دادنشم. همه بچه ها از من ناراحت هم، مخصوصا بردیا و بهاره سید درسه و آقای سعید خان از من ناراحت هم، به خاطر اینکه نتونستم برای تولد. برای تولد چی بابا؟ برای ابیت، برای کنسرت نگفتم. ولی بحث اینجاست که واقعا درگیر بودم. منو ببخشید. ولی ما اگه می‌خواستیم می‌رفتیم. ولی انتظار. هر چیزی که دروغ میگه ولی ما دوستش داریم. انتظار. بای بای. Thank you. خدافظ. بای بای. خب گفتم بیام آشپزخونه یه خدافظی بکنم، یه ویدیو همینجوری تموم نشه. دمتون گرم که هستین، دمتون گرم که حمایت می‌کنین. آخرش اومدیم خونه یکی از دوستا، همونجوری که دیدی یه مقداری پارتی کردیم، یه مقداری اشغال کردیم، یه مقداری گفتیم چیل بکنیم ما هم دیگه، حالمون یه ذره خوب بشه، خستگیمون یه ذره در بره. دمتون گرم که حمایت می‌کنین. مرسی که لایک و کامنت و سابسکرایب می‌کنید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.